امید معماریان، روزنامه‌نگار از دیترویت، با ما همراهی می‌کنند. دلیل ممنوعیت استفاده از این واژه‌هایی که گفتیم در خبر آقای معماریان که به رسانه‌های ایران دستورش داده شده از وزارت اطلاعات چی هست؟ یکی از دلایلش این هستش که به هر حال مقامات امنیتی و سیاسی در جمهوری اسلامی نگران این هستن که این اعتراضات سرریز بشه به شهرهای دیگه، بنابراین چنین اقدامی که یعنی بخوان که رسانه‌ها رو محدود بکنن که درش گزارشگری نباشه، یا مثلا اینترنت رو مختل میکنن، اینترنت قطع میشه، تماس‌های تلفنی و موبایلی مختل میشه، مجموعه اینا این برای این هستش که بتونن که محدود کنن این اعتراضات به شهر مختلف، چون دستگاه سرکوب در جمهوری اسلامی وقتی عمل میتونه بکنه که خیلی به صورت نقطه‌ای بتونه که به هر حال اینا رو کنترل بکنه، وقتی که سرازیر بشه به شهرهای دیگه و اینها درها براشون سرکوب کردن و کنترل کردن دشوار میشه و اصلاً غیر ممکن میشه. مسئله دیگه این هستش که استفاده از کلماتی مثل جراحی اقتصادی در با توجه به دولتی که وجود داره، با توجه به فسادی که وجود داره، ناکارآمدی که وجود داره، کلمه ترسناکی است. معمولا مردم انتظار دارن جراحی توسط کسی انجام بشه که کاردان هست، توانا هست و میدونه داره چیکار میکنه، و برای همین هست که در شبکه‌های اجتماعی و به هر حال در صحباتی که مطرح میشه مردم خیلی به مسئله کلمه جراحی اقتصادی پرداختن که مثلا دولت اومده به جای اینکه مثلا مشکل رو حل بکنه اومده قلب بیمار رو برداشت، یا مثلا شوخی های مختلفی باش میکنن و نشون دهنده این هستش که مردم اساسا از اینکه دولت جمهوری اسلامی یا مثلا حکومت جمهوری اسلامی یک نظام ناکارآمد بخواد که واقعا چنین جراحی رو انجام بده نگران هستن و براشون یه جوری یک خبر وحشتناک است. یعنی تبعاتی که استفاده از این کلمات داشته و کلمات دیگه به هر حال ممکنه در حوزه دیگه داشته باشه باعث شده که چنین اقدامی رو به وزارت اطلاعات انجام بده، با توجه که میدونن که خود همین خبر بسیار میتونه که به هر حال نشون دهنده عمق فاجعه و عمق نارضایتی در کشور باشه. در مورد بیانیه مستندسازان هم آقای معماریان بپرسیم به اینکه چه خواسته هایی مطرح شده در این بیانیه. ببینید این نگرانی وجود داره که با توجه به مجموعه مشکلاتی که در کشور وجود داره، با توجه به نابسامانی هایی که در حوزه اقتصادی وجود داره، با توجه به هرها به این که مردم در حوزه های مختلف میخوان صداشون رسیده بشه و تغییرات ایجاد بشه، برخورد فرعی با مجموعی از اهالی فرهنگ و کسانی که مرجعیت اجتماعی دارن در داخل ایران ها و به حال کارشون موثر هست خیلی نگران کننده است، و بنابراین بخشی از کسانی که به حال در داخل کشور همچنان میتونن که صدای اعتراضی خودشون برسونن و به حال پاشون رو روی نامه ها بذارن، این اعتراض رو مطرح کردن و نشون دهنده این هستش که به هر حال نه تنها در حوزه اقتصادی وضعیت در کشور بحرانی هست، بلکه در حوزه فرهنگی و برخورد با اصحاب فرهنگ هم وضعیت بسیار بغرنجی وجود داره و شرایط ایران متفاوت هست با پارسال، با دو سال پیش، با سه سال پیش، با پنج سال پیش، و هر روز که میگذره این به هر حال وضعیت و عمق به هر حال نوع سرکوبی که در حوزه‌های مختلف به شکل‌های مختلف داره اعمال میشه به هر حال داره این داره بزرگتر میشه، و به نظر من این نامه هشدار دهنده‌ای هست و به هر حال نشون دهنده این هستش که اهالی فرهنگ نه تنها بخواد دستگیری کسانی که مستندسازا به هر حال معترض هستن نسبت به کل بازداشتی که داره انجام میشه و به هر حال خفقانی که وجود داره معترض هستن میخوان که وضعیت تغییر بکنه. ممنونم از توضیحات شما امید معماریان، روزنامه‌نگار که از دیترویت با ما همراهی می‌کردید.